بسم الله الرحمن الرحیم و بگی نستعیم و صلوات بر محمد و آل محمد شروع میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجان. عرض سلام و ادب دارم خدمت فرزندان خوبم و سپاس از اینکه حضور دارید در کلاس. علاقه داریم بحثای نمرومینایی که به هر حال اشتیاق دارید به یادگیری که تا اینکه امتحانتون هم بده تموم شده و احتمالا خیلیاتون هم فیل خواهید شد، ولی باز علاقه‌مندید و این توی این کلاس شرکت میکنید. توی کلاس ها نشون میده که اصلا نمره و پاس کردن و پاس نکردن درس اصلا براتون چه اهمیتی نداره و فقط میخواید یاد بگیرید. همین ارزش فعالیتون. حالا نمره و امتحان اینا که اصلا مهم نیست، فقط داری که پاس بشید که خب میرید پاس بشید فرصت یادگیری مجدد این مباحث رو از دست میدید. درسته میدید یه ترم دیگه رو نمیدونم زود در فارغ التحصیل شد، ولی قرار نیست که این زود فارغ التحصیل بشه. اصلا هدف اونه که یاد بگیرید. اتفاقا اونا که پاس میکنن موفق تر میشن به خاطر اینکه فرصت بیشتری دارن، مطالعه میکنن، مباحث قبلی جا میفته براشون، تعمیق پیدا میکنه و باعث موفقیت بیشترشون میشه. بعدن اینا بعدن در آینده موفقیتش از اونا که پاس کرده رفتن بیشتره. و شما بچه ها همیشه جلوی پاس رو نگاه میکنید، بعد آینده رو ببینید اینا چقدر برای شما کاربرد خواهد داشت، هدفتون چی از یاد بگیرید، چی کار میخواید بکنید. بله که ما مثلا اینا رو بیاییم و بخونیم و بی پاس بکنیم ولی بی چشم یادمون نبود نمونه که خب بطن فایده نداره، خیلی به همون کمک نمی کنه. بنابراین خود این یادگیریه مثلا ببینید خانم طباطبائی رو یه الگوه، واقعا یه الگوه برای دانشجوهای ما که با اینکه فارغ التحصیل سالها گذشته است، فارغ التحصیلش خودش داره درس میده و کل مقاله و اینا داره، باز چقدر با علاقه میاد. همه هم میشناسنشون، همه میدونشو خیلی آدم قدی علاقه میدید. دارید مقالاتش ببینید توی چه مجلاتی چاپ شده و چه مقالات خوبی هستن، چه انگلیسی چه فارسی، مقاله ISI داره، مقاله کل مقاله این پژوهشی داره، در این یک باز با اشتیاق یاد بگیره. این ارزشمنده دیگه. احتمال اینکه خیلی از اون کارس نکنید پس بخاطر اینکه خیلی مطلوب نبوده امتحانتون و خیلی نگران نماشید. حالا صحبت میکنیم برنامه یا فرمای بیار معرفی و استاد این اتفاس هم کردن خیلی ذهنتون دقیق باشه. الان فکر این باشه که اینو یاد بگیر. ما یه مبحث بود باید میگفتیم حتی اقل یک جلسه بعد به این اختصاصون دادیم، مدل های بازیابی اطلاعات بود. کم و بیش یه بحث ها خب بهش اشاراتی شده، ولی خب اینجا به صورت سیستماتیک و کاملا متمرکز بر این مدل بازیابی اطلاعات بیاد کار کنیم و مباحث رو خدمتتون بگیم. بچه‌ها ببینید در درس تو ذخیره بازیابی اطلاعات و مباحث مختلفی رو تو ذخیره بازیابی گفتیم و گفتیم که بازیابی اطلاعات کاملا متکیه و مبتنی بر ذخیره دارید که اینجا ذخیره هم منظورمون پردازش و سازماندهیه و هرچه بکاریم درو میکنه. حالا منطقه باز به دلایل مختلف که الان خدمتون میگم باشه دوتاتون رو برمون دست به دلایل مختلف که خدمتون میگم اصلا دوتاتون میافتید با هم نگران نباشید. بعد هم کلاس هم آیت مجازی اصلا حضور نداره که هم جدا اون نکنه توی فهم نداره. بحث اینه که حالا به دلایلی که میگه اصلا لازمه که این فرآیند بازیابی اطلاعات مدل سازی بشه. یعنی میگم حالا خدمتتون چرا و توی اسلاید اینو کامل توضیح میدم. بنابراین بحث اینه که ما این مدل های بازیابی اطلاعات خوب یاد بگیریم خیلی خیلی اهمیت داره. ببین مجبورا بازیابی اطلاعات بازیابی دانش هم خدمتتون بگم همینجا هم یادداشت کنم یا نگید اینا نمیدونستیم فلان میسا حتی بازیابی دانش رو
من اشاره کردم قبلا توی دکتر هم یکی از گرایش های اصلی چیه؟ گرایش اصلیمون همین بازیابی اطلاعات، حالا بازیابی دانش، البته قبلا بود بازیابی دانش، الان اسمش رو گذاشتم بازیابی اطلاعات و دانش. یعنی اصلا یکی از گرایش های اصلی مقطع دکتر علم اطلاعات اینه. بیشتر دانشگاه ها مثلا دانشگاه الزهرا، دانشگاه تهران، اینا همه گرایش بازیابی اطلاعات و دانش دارن، دانشگاه فردوسی اینجوری. برای خیلی خیلی مهمه اینا رو یاد بگیرید. یعنی شما در دکترا اصلا کلا میشید ذخیره بازیابی، یعنی همش روی ذخیره بازیابی کار میکنید و درساتون همه میاد به این حوزه. یکی از گرایش اصلی البته الان چند تا گرایش دیگه مثل مدیریت کتابخانه دانشگاهی داریم که حالا متخصصش بیشتر به کتابخانه دانشگاهی کار میکنن که بعدا اگه مدیر این کتابخانه شدن یعنی بدونه چجور مدیریت کنه این کتابخانه. ولی خب الان پرطرفدارترین و پردانشجوترین گرایش ما هم گرایش بازیابی اطلاعات در دانش. اما چیزی که در هرم دانش خدمتتون عرض کردیم حتما یادداشت کنید. همه اینا که میگم یادداشت کنید. من قبلا عرض کردم هر چی میگم یه نکته است، یعنی تک تک جملات به غیر از اون شروعیه که داریم تو کلاس همش یه نکته است، باید این نکات رو یادداشت کنید. بازیابی اطلاعات رو همون طبق هرم دانش زمانی که علاوه بر اطلاعات مرتبط با درخواست کاربر اطلاعات مرتبط با اون اطلاعات هم بازیابی میشن، اینجا بازیابی دانش. یه بار دیگه میگم، شما میرید توی سیستم اطلاعاتی سرچ میکنید، سیستم اطلاعاتی در اون سیستم بازیابیش که حالا میشه ساب سیستمش، میشه سیستم فرعیش، درخواست شما رو با منابع موجود در پایگاه تطابق میده و اونایی که مرتبط هستن براتون بازیابی میکنه. اگر علاوه بر اون منابعی که تطابق دارن با درخواستتون بازیابی میکنه، منابع مرتبط با اون منابع رو هم بازیابی کنه، بهش میگن بازیابی دانش. یعنی دقیقا مثل همون بحث هرم اطلاعات دانش داشتیم، بازیابی منابع یا اطلاعات مرتبط با اطلاعات همخوان یا تطابق داده شده با نیاز اطلاعاتی کاربر بشون این بازیابی دانش. پس این فرق الان پس همین الان خوب یاد بگیریم، چون من دکتران مقاطع یعنی دانشگاه مختلف تدریس میکنم، مثلا اینه که هنوز به دانشجو میان اونجا هنوز نمیدونم باز بازیابی دانش، میگم گرایشتون بازیابی دانشه ولی هنوز نمیدونم بازیابی دانش چیه. همین حالا اینکه چگونه و از چه مدل های استفاده میشه، استانداردها چیان جدا، اینا یه بحث دیگه است. ولی لحاظ مفهومی اینه، پس شما هر سیستمی داشته باشید غیر از اینکه مچ میکنه درخواست شما رو با درخواست های دیگه. آقای نجات بسا عزیز خوش آمدید. آقای نجات بسا مثل خانم طباطبائی و فارغ التحصیل شدن فکر میکنم یا حالا در شرف فارغ التحصیلی هم، ولی بسیار با علاقه که کلاس ها رو شرکت میکنن، باید اون اصلا اجبار باشه باشون یا سر اون کلاس یا مثلا درسشون باشه، هیچ، فقط برای اینکه یاد بگیرن. اینا خیلی واقعا ارزش داره. خب این در ما وقتمون رو برای یادگیری اختصاص بدیم، پس قطعا ضرر نمی کنیم و در آینده سودش رو خواهیم بود. خب پس از این بود که بازیابی دانش مثل هم بازی به اطلاعات منطقه اضافه دید. یعنی اون اطلاعات و منابعی که مرتبط هستن با اطلاعات و منابع قبلی بازیابی میشه. حالا بریم یواش یواش روش کار کنیم بعد بیشتر توضیح بدم. پس مدل ها خیلی اهمیت دارن و من توی این جلسه سه تا مدل کلاسیک رو خدمت شما میگم و توضیح میدم تفاوتاشون و نقاط قوت و ضعفش رو میگم برای اینکه بدونین اینا چی هستن و مدل های بازی بیان. توی درستتون هم سرفستتون هم همین با یه سری مدل های جدید بازی اطلاعات هم داره که من بهش رو اشاره میکنم، ولی این ها انشاءالله توی مقطع دکترا خواهید. من اگه فرصت داشتم و همین ها را براتون میگفتم، خیلی هم خودم این مدل های جدید بیشتر دوست دارم و بیشتر هم کار کردم، بیشتر کار کردم چون الان دیگه تو سیستم ها اینا بیشتر مد نظر قرار میگیرم، ولی حالا فعلا
اینا لازمه، هم یادگیری جدیدا مبتنی بر این قدیمی ها که ببینیم چه تحولی ایجاد شده و چرا الان به این سمت اومدن، و دومی که عرض کنم خدمتتون که باید حتما قبلی ها را بگیم. اگه ما نما کنیم تو بازیابی اطلاعات و دانش، از جنبه های مختلفی این حوزه بازیابی اطلاعات و دانش قابل بررسیه. یعنی اینجور بگیم، یک حوزه مالتی دیسیپلینری هست، یعنی حوزه ای هست که مربوط به رشته های مختلف، به دانش های مختلف، به این دلیل که الان اینجا میخوام ببینیم. پس اینجور نیست که حالا میگیم بازیابی اطلاعات فقط اومد توی کامپیوتر ساینس و اینفورمیشن ساینس، فقط توی این دوتا، نه، به جنبه های مختلفی به خاطر اینکه واقعا ویژگی های مختلفی داره که در حوزه های دانشی مختلف مد نظر و مورد بحث هستن، بنابراین یک حوزه کاملا چند رشته یا میان رشته ای حالا بگیم میان رشته ای حساب میشه. مثلا جنبه کگنیتیو داره، یا مثلا عرض کنم خدمتتون شناختی داره، فهم این که به اطلاعات نیاز داره، مثلا اینکه خود کاربر درک میکنه که برای رفع عدم قطعیتی که براش به وجود اومده، ابهامی که براش به وجود اومده، گپی که در درکش از پدیده ها به وجود اومده نیاز به اطلاعات داره، میره بحث شناختی میشه. یعنی این که ما احساس میکنیم که یه نیاز اطلاعاتی داریم و بعد داریم جستجو کنیم و پاسخ بگیریم، یه فرآیند شناختیه، یک سطح شناخت انسانه که انسان به این درک رسیده که برای پرسشی که در ذهنشه، درک ناقصی که در ذهنشه، ابهامی که در ذهنشه، نیاز به اطلاعات داره تا اونو رفع کنه. درست شد؟ من امروز برم فلان جایی نرم، نیاز به اطلاعات دارم. یعنی وقتی میخواییم تصمیمی بگیریم، کاری انجام بدیم، نیاز به اطلاعات دارم. این میشه جنبه شناختی، کاملا هم درونیه دیگه. میره توی کگنیتیو ساینس، یعنی علوم شناختی و روانشناسی. من خود تونتر میگم اینجوری میخوام برم نمیرسه میتوام کنم. یه جنبه دیگهش لینگویستیکه، یعنی زبان شناختیه. خب حالا من نیاز اطلاعاتیمو باید تبدیل کنم به یک سری خیلی ساده کلید واژه و عبارات کلیدی که ارائه بدم به سیستم. یعنی چگونگی بیان اون نیاز اطلاعاتی میشه زبان شناختی، چون باید به وجود خارجی پیدا کنه دیگه، به فعلیت برسه، اونجوری بالقوه تو ذهن، بعد که بخواد بالفعل بشه، بخواد وجود خارجی پیدا کنه، بخواد بیان بشه. چون من وقتی بخوام این پاسخ بگیرم، یعنی اطلاعات مورد نیازام دست بیارم، یا باید به یه سیستم یا به یه متخصص اونو بگم، کسی که میدونه بگم، تا اون به من پاسخ بده. اینجا میاد تو حوزه زبان شناختی، چون باید بیان کنم، یعنی میاد در قالب تظاهرات زبانی ارائه میشه. درست شد؟ پس یه جنبش زبان شناختی، یه جنبش استراتژیکه، یعنی راهبردیه. حالا من اگه بخوام این نیاز اطلاعاتی رو برطرف کنم چیکار کنم؟ تر کلی مثلا برم سراغ سیستم‌های اطلاعاتی، برم سراغ افراد اصطلاحاً میگیم خبره، اکسپرت، کسایی که میدونن پاسخ اون سوال رو، یا ترکیبی از اینا رو استفاده کنم، هم برم تو سیستما هم برم بپرسم. این طرح کلی که میخوام استفاده کنم بهش میگن راهبرد، استراتژی که من انتخاب میکنم برای پاسخ به نیاز اطلاعاتی. تاکتیکیه، یعنی تاکتیکال، استفاده از روش های خاص برای رفتار. حالا من میخوام این زبان، میخوام این عرض کنم خدمتتون نیاز اطلاعاتیمو برطرف کنم، پاسخش رو پیدا کنم. غیر از اون طرح کلی، حالا از چه تاکتیکی استفاده کنم؟ این تاکتیک میتونه در تعامل با افراد خبره باشه، میتونه در تعامل با سیستم‌های اطلاعاتی باشه. خب من میخوام برم سیستم اطلاعاتی، خب این سیستم اطلاعاتی که انتخاب میکنم یه بیبلیوگرافیک سیستم، یه سیستم کتاب شناختیه، بنابراین باید برم سراغ اوپکش و تو اوپک با استفاده از قابلیت‌های جستجویی که داره سرچ کنم. یا باید برم سراغ یه سرچ انجین، اگه میخوام برم دنبال یه سرچ انجین، پس باید تاکتیک جستجوم و فرمولا رو، اینکه که چگونه نیاز اطلاعاتی رو بیان کنم رو ازش اطلاع داشته باشم و
انتخابش کنم. منطقی و یا حتی شخص اگه میخوام برم از فلان استاد بپرسم چجوری ازش بپرسم؟ حالا استاد که میگه موضوع خبره، چون شما دانشجو میگم خبره، چگونه اینا رو من برای اون استاد یا اون فرد خبره بیان کنم؟ چجوری ازش بپرسم؟ خب دیدید مثلا اخوان بپرسیم، میخوام یه جوری بپرسم بدونه من مطالعه کردم، ولی خب اینجا این مشکل رو دارم. این چه تاکتیک؟ نه، چند بار تا حالا سوال کردم میخوام مثلا الان روم نمیشه، مثال میگم و بعد الان میگم خب اول به استاد میگم فلان فلان، بعد حالا سوالم رو بپرسم. اینا میشن تاکتیک. منطق چیه؟ یعنی بر اساس چه معیار؟ خب وقتی من میخوام از عامل انسانی هیومن ایجنس بپرسم، باید با زبان انسانی منطق انسان برم. ولی وقتی میخوام برم تو سیستم، باید از منطق سیستمی استفاده کنم. یعنی اون لاجیک باید تعیین شه. من از چی میخوام اینجا استفاده کنم؟ منطقی که مبنای من هست، منطق انسانی یا منطق ماشینیه؟ درسته؟ تو ماشین منطقی که میخوام استفاده کنم منطق ارسطوییه، مثل سیستم های اوپک، یا منطق فازیه؟ همین رو باید مشخص بشه. و قواعد مورد استفاده برای هدایت سیستم سینتکتیک، که یعنی مثلا ها فرمولا، مثلا اندورانات استفاده کنم، فلان عملگر رو استفاده کنم، اینجا میشن نه. یعنی من بگم مثلا ایران، اند با حروف بزرگ، مثلا جمعیت، بعد مثلا نات تهران، یا مثلا جمعیت تهران رو نمیخوام، جمعیت ایران رو میخوام. ببینید اینا چی میشن؟ اینا میشن اون قواعد ما استفاده که سینتکتیکن، یعنی نحوی هم دیگه. شما از یه سری علائم و عبارات و واژه ها اینا استفاده میکنید. برند بازی و اگه نگاه کنیم حالا چه اطلاع در دانشگاه دانشش رو میگم شامل چیه؟ از دو جنبه است دیگه. ما توی بازیابی چهار تا عنصر داره که این چهار تا عنصر رو خدمتتون خواهم گفت. دو تا از این عنصرهای اصلی چی هستن؟ یکی داکیومنت، یکی عرض کنم کوئریه. داکیومنت که خب مشخصه، کوئری هم مربوط میشه به انسان یا اون سرچر یا کسی که داره فرآیند بازیابی انجام میده. از دو جنبه اینجا چیه؟ این انسانه، یه نیاز اطلاعاتی داره، نیاز اطلاعاتیش رو تبدیل میکنه به کوئری که این فرمولیشن هست، یعنی مثلا این فرمول جستجویی که آماده میکنم برای که سرچ کنم، و بعد اونو در قالب کوئری به سیستم ارائه میکنم و سیستم میره مچ میکنه و بعد از مچ کردن منابع برام بازیابی میکنه. این یکی. از اون طرف قضیه چی رو دارم؟ داکیومنت ها رو دارم، یعنی منابعی که این نیاز اطلاعاتی رو برطرف میکنن، منابعی که این نیاز اطلاعاتی رو برطرف کنن. اینا چیه؟ خب خود داکیومنت ها باید ایندکس بشن یا حالا سازماندهی بشن به من بعد تبدیل میشن به داکیومنت های ایندکس شده. یعنی چی؟ یعنی متا دیتا ها داکیومنت ها ایندکس سازماندهی میشن، تبدیل میشن به ایندکس داکیومنت یا متا دیتا ها. و این مچ شدن کوئری و متا دیتا ها تو این فرآیند انجام میشه. اینجا یعنی نگاه کنید کوئری با کدوم متا دیتا ها تطابق داره و بعد برنامه بازی میکنه. تو گام آخر من فیدبک میدم به سیستم، یعنی یوزر به سیستم فیدبک میده. حالا میگه مرتبط نیست، جستجوشو عام‌تر میکنه، خاص‌تر میکنه، فرمول عوض میکنه و غیره که حالا جلوتر بهشون اشاره میکنه. و این خود فرآیند بازیابی اطلاعاتیه. حالا دانش باشه چی؟ خب علاوه بر این داکیومنت های ایندکس که همون متا دیتا ها، علاوه بر متا دیتا هایی که کاملا مچ شدن، علاوه بر این مچ منابع مرتبط هم بازیابی میکنه. مثلا میتونیم اینجا یه باکس درست کنیم، وصل کنیم، بگیم related documents. related documents اینجا یه باکسه، بگیم related documents. ملیکا اینها رو بعدا درست میکنه، بگیم related documents. related documents یعنی همونا که ایندکس شدن، جزء این ایندکس هاست، اما علاوه بر اونا که مچ میشن مرتبط هم بازیابی میشن. مدل بازیابی اطلاعات چیه؟ اجزا شیا بودن؟ داکیومنت، کوئری، فریم ورک و خود عرض کنم رنکینگ. یعنی چی؟ ببینید شما توی بازیابی، یه مدل بازیابی،
4 تا جزء باید حتما مد نظر باشه. به همه مدل‌های بازیابی روی این 4 تا جزء تمرکز می‌کنه. یک داکیومنت چی می‌خواد بازیابی بشه؟ چه منابعی؟ اینا مقالات، کتاب‌ها، نمی‌دونم عرض کنم خدمتتون هر چی هستن. چگونه می‌خوان بازنمون بشن؟ میشه متا دیتا. Representation for Documents یعنی متا دیتا. متا دیتا چی هن؟ آیا حاصل ایندکسینگ هن؟ حاصل کتلاگینگ هن؟ حاصل کلاسیفیکیشن هن؟ چی چه پردازش رو؟ حاصل ماینینگ هن؟ چه پردازش رو این انجام شده که میخوان این داکیومنت رو ریپریزنت کنن؟ درست شد؟ پس این همشن متا دیتا. ببینید این ها رو. Representation for Queries این چیه؟ کوئری وقتی ریپرزنتیشن میشه چی میشه؟ میشه همون فرمول جستجو، همون راهبردی که همین میگم این کلید واژه و کی فریز ها به علاوه یعنی عبارات کلیدی به علاوه اندورونات و یا عملگرهای دیگه‌ای که استفاده میکنم اون میشه بازنمون نیاز دیگه. یعنی من کاربر یه نیاز اطلاعاتی داشتم که نیاز انتزاعی درونیه برای اینکه به سیستم بفهمونم یا به عامل انسانی بفهمونم فرمولایزش میکنم. درست شد. فرمولایزش میکنم برمه. این فرمول جستجوه، این سینتکتیکی که گفتیم، این نحوه که استفاده میکنیم برای ارائه یا اون سینتکسی که اصطلاحا استفاده میکنیم برای ارائه، این چی میشه؟ این میشه سینتکس نگار. این میشه representation for queries. یه فریمورک میخوام. A modeling framework for چی؟ برای داکیومنت و کوئری و رابطه‌ای که بین این هست. یعنی چی؟ من میگم یه چارچوبی تعیین می‌کنم، میگم آقا اگر اون کلید واژه‌ها در این منبع وجود داشت بازیابی کن. درست شد؟ یعنی میگم مدارکی که این کلید واژه‌ها توشونه برام بازیابی کن. این میشه چارچوب. یعنی تطابق کلید واژه‌ها یا کی فریزها با داکیومنت ها. مگه مدل دیگه هم داریم؟ بله. میگم کانسپت هایی که این کلید واژه ها یا عبارات کلیدی من دارن مچ بشن با سیستم. دیگه اینجا کانسپت من، این میشه سمانتیک سرچ یا کانسپچوال سرچ یا سمانتیک ریتریوال و کانسپچوال ریتریوال. بازیابی مفهومی اون سرچ فرآیندش اون که نتیجه میدیم که بازیابی. پس من این فریمورک باید تعیین کنم یا تطابق کلید واژه هاست یا تطابق مفاهیم اوناست که بین توی بحث های مثلا latent semantic indexing می نویسم اینجا latent semantic indexing. همینجا بگم بیشتر بر اساس مدل های برداری بازیابی که حالا جلوتر می خونیم، این نمایی سازی معنایی پنهان و چیکار کنیم مفاهیم رو بفهمیم، تمرکز رو بگیریم نباشیم، یا میره بر اساس سمانتیک سیستم ها. بنویسید اینا را باور کنید، اگه ننویسید اینجا ممکنه اینجا دیگه نشنوید اینا رو یا نگید. خواهش میکنم اینا رو بنویسید و یاد بگیرید، دارید بخونید. اما نمیگم بنویسید مثلا بعدا بذارید تو کمون یا تو کشو، اینا یا بر اساس مکانیزم ها و پروسس های نمایی سازی خاصی انجام شن یا بر اساس سمانتیک سیستم ها هستن. مثلا داره از استفاده استفاده میکنه، از آنتولوژی استفاده میکنه، اگه سمانتیک نتورک استفاده میکنه. ببینید آقا من میام اینجا، ببینید این میشه فریمورک. نگاه کنید چیکار کردم، بذارید من دیستور رو شیر کنم، یه مثال بزنم. وقتم نداریم، خیلی وقت اون کمه چون مطلبی زیاد میخوام تو یه جلسه تموم کنم، ولی حالا یه مثال هم سریع بزنم. نگاه کنید اینجا این فریمورک. نگاه کنید من اینجا میزنم، ویروس گفتم تیچینگ تولز توی گوگل سرچ کردم. خب تیچینگ تولز آورده جایی که تیچینگ، این میشه تطابق واژگانی. تیچینگ تولز تطابق واژگانی، تیچینگ تولز تطابق واژگانی. ریسورسز تیچرز، تیچرز هم یا آقا ترانکیشن دیگه، چون ترانکیشن ریشه رو در نظر میگیره، تیچ تیچرز و فلان و اینا. ریسورس یعنی منابعی که تیچرز و اکسس تو ریسورسز تو کیپ ایس، یعنی منابعی که اساتید سوره. چه جالب شد تیچ